من در شرایطی به اینجا اومدم که استبداد مذهبی حاکم بر ایران از یک سو در داخل کشور مرزهای جدیدی رو در نقض حقوق بشر در نوردیده و از طرف دیگه با مداخلات فزاینده در عراق و همچنین تلاش برای تولید سلاح اتمی به بزرگترین چالش جامعه بین المللی تبدیل شده. در پاسخ به این چالش معمولاً از دو گزینه صحبت میشه. یکی سازش با رژیم آخوندی با هدف مهار یا تغییر تدریجی که این سیاست در دو دهه گذشته توسط کشورهای غربی دنبال شده و گزینه دیگر سرنگونی ملایان از طریق جنگ خارجی مانند آنچه که در عراق اتفاق افتاده که هیچ کس خواستار تکرار اون در ایران نیست. من امروز اومدم اینجا بگم که یک راه حل سوم هم وجود داره. تغییر توسط مردم و مقاومت ایران. و این تنها راه جلوگیری از جنگ خارجیه. امتیاز دادن به ملاها اونها رو از اهداف شومشون هیچ وقت منصرف نخواهد کرد. بیاد بیاریم که روز بعد از قرارداد 1938 مونیخ وینستون چرچیل در پارلمان انگلستان گفت شما بین جنگ و تسلیم خلفتبار ننگ و تسلیم را انتخاب کردید ولی متعاقباً جنگ را خواهید داشت. بیایید نگذاریم که تجربه مونیخ با ملایان مسلح به بمب اتمی مجدداً تکرار بشه. این مقاومت از دو دهه پیش هشدار داده که افعی بنیادگرایی کبوتر میانه روی نمیزاید. 7 سال پیش هشدار دادیم که خاتمی نه میتواند و نه میخواهد تغییر ایجاد کند. اما مماشات با ملایان ادامه یافت و خطرناکترین نتایج را به بار آورد. حجم معاملات اروپا با آخوندها به 16 میلیارد یورو رسیده. اما در ایران حتی همان مدره های ماهون هم بر سر کار نماندند. امروز خارترین جناها بر ارکان قدرت چنگ انداختند و نتایج مماشات رو در سیاست داخلی و سیاست خارجی رژیم میشه دید. در سیاست داخلی چوبه های دار در میهن هم برپاست. اعدام های جمعی در ملأ عام رو به افزایش. فقط در هفته اول دسامبر 12 اعدام در ملأ عام صورت گرفت. این عکسیه که خود رژیم اون رو منتشر کرد از اعدام های در ملأ عام. در سیاست خارجی صدور بنیادگرایی و بلعیدن عراق با تمام قوا ادامه داره. همین هفته پادشاه اردن و رئیس جمهور عراق اعلام کردند دخالت رژیم ایران انتخابات عراق را تهدید می‌کند و هدف ایجاد جمهوری اسلامی دیگری است. یعنی ایجاد جمهوری اسلامی دیگری در عراق است. اونها تأکید کردند که اگر این اتفاق بیفتد تعادل ژئوپلیتیک در منطقه به هم خواهد خورد. ملایان برای تضمین بقا دنبال سلاح اتمی هستند. مماشات اروپا بهترین فرصت ها رو در این زمینه به اونها داده. برد موشک های رژیم با توان حمل کلاهک های شیمیایی و اتمی به مرزهای شرق و جنوب اروپا میرسه و اگر متوقف نشه به غرب اروپا هم خواهد رسید.
مقاومت ایران پروژه های اتمی و موشکی رژیم رو افشا کرده. اما سه کشور اروپایی یک بار دیگه با مذاکره به این رژیم فرصت دادند و ماه گذشته مانع ارجاع پرونده به شورای امنیت شدند. خلاصه کنم، رژیم قرون وسطایی ولایت فقیه ظرفیت رفور ندارد. اصل ولایت فقیه اصل اساسی قانون اساسی رژیمه و حتی با رفراندوم قابل تغییر نیست. اصل ولایت فقیه مبنای همه قوانین و عملکردهای رژیمه و رأی مردم در مقابل اون پشیزی ارزش نداره. نمایش‌های انتخاباتی ابزاری برای تحکیم سلطه ولی فقیه. زن ستیزی ذاتی این رژیم و وسیله‌ای برای انقیاد کل جامعه است. صدور بنیادگرایی و تروریسم نیاز رژیم برای بقاست. تلاش برای تولید سلاح اتمی و بلعیدن عراق ناشی از همین نیازه. راستی چرا ملایان در همه معاملات و مرابطات خود با سایر کشورها خواستار اعمال فشار به مقاومت میشند؟ و راستی چرا اونها در موضوع اتمی خواستار برچسب زدن به مقاومت میشند؟ آیا این بیانگر ترس شدید رژیم از یک مقاومت سازمان یافته نیست؟ مقاومت سازمان یافته از عمق جامعه ایران برخواسته. سازمان مجاهدین خلق ایران ستون فقرات این مقاومته و 40 سال مبارزه آزادی خواهانه در برابر دو دیکتاتوری شاه و شیخ سابقه اونها رو تشکیل میده. شبکه گسترده مجاهدین در سراسر ایران علاوه بر سازمان دادن و سمت دادن اعتراضات اجتماعی و تأمین مالی و اطلاعاتی جنبش، مخفی ترین پروژه های اتمی، موشکی و تروریستی رژیم رو با تکیه بر پایه مردمی این جنبش برملا میکنه. مجاهدین با برداشت دموکراتیک و بردبار از اسلام آنتیتز بنیادگرایی هستند و تفسیر خشونتبار و عقب مانده بنیادگرایان رو افشا کردند و می کنند. پیام مجاهدین اینه که ملاهای ایران اسلام رو نمایندگی نمی کنند، بلکه اونها دشمنان اسلام هستند. مجاهدین جدیترین مانع در مقابل صدور بنیادگرایی ملایان و همچنین سد سدیدی در مقابل استراتژی آخوندها برای بلعیدن عراق هستند. شورای ملی مقاومت ایران، حالمان مقاومت و ائتلافی از نیروهای دموکراتیک که خواستار یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت هستند. بیش از نیمی از اعضای شورا رو زنان تشکیل میدند. این شورا با حضور اقلیت‌های مذهبی و قومی و تمایلات مختلف سیاسی